سلام خدمت دوستان عزیز این ششمین برنامه ای است که ما تحت عنوان رویداد یک کتاب اجرا کنیم در همکاری با شهر کتاب الف و مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ این برنامه ها یک بار در هفته روزهای دوشنبه روی اینستاگرام شهر کتاب الف و اینستاگرام شخصی من و مؤسسه میره و هر هفته من سعی کنم یک کتاب رو انتخاب کنم که مبنای انتخاب دسترسی دسترسی به اون کتاب هست یعنی اون کتاب با در بازار موجود باشه و همینطور اینکه کتاب کتاب صرفا تخصصی نباشه و کتابی باشه که برای مخاطبان عمومی قابل استفاده باشه و به وضعیتی که ما الان درش هستیم و کشورمون هم مربوط باشه یعنی من مفید بدونم خوندن چنین کتابی را از نقطه نظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی کتابی که امروز من در موردش صحبت میکنم کتاب شهر زنان بیوه هست با زیرونوان روایت زنی عراقی از جنگ و مقاومت حیفا زنگنه ترجمه لیلی فرهادپور که این کتاب رو نشر سالس چاپ اولش رو در 1394 انجام داده کتابی است در قطع رقی و 200 24 صفحه هستش جلد کتاب رو به شما نشون میدم و فیلم کام این کتاب قابل دسترس باشه خب کتاب چه چیزی هستش هم طور که از عنوانش مشخصه از زیر عنوان حداقل مشخصه روایت زن عراقی از جنگ و مقاومت این روایت زنی هستش به نام حیفا که همونطور که در ابتدای کتاب گفته میشه در سال 1958 هنگام که استقلال عراق رو میخوان بعد از سالیان سال عراقی ها جشن میگیرن که از 1917 شروع شده حیفا فقط هشت ساله هشت ساله بوده و این کتاب رو در ابتداش تقدیم کرده به من هم میخونم در ابتدای کتاب آمده بیاد عبیر قاسم همزه جنابی دختر چهارده سالهی که گروه از نظامیان آمریکایی در دوازدهم مارس 2006 در محمودیه عراق 20 مایلی جنوب بغداد بعد از تجاوز وحشیانه او را کشتند و جسدش را سوزاندند بیاد او این کتاب نوشته شده و همطور که از اسم کتاب برمیاد اسم اصلی کتاب شهر زنان بیوه این یک تمثیل هست که فقط هم تمثیل نیست هم به شهر بغداد برمیگرده که شهر بسیار آبادی بود و هم برمیگرده به کشور عراق که در مجموع کشور نسبتاً آبادی بود زیر یک دیکتاتوری طبعا یک دیکتاتوری بسیار خشن دیکتاتوری صدام حسین که یکی از بزرگترین خشنترین دیکتاتورهای قرن بیستم بود و در سرازر کتاب شما این رو میبینید که هرگز نویسنده این نکته رو به زیر سوال نمیبره که عراقی کشور دیکتاتوری بود و صدام یک دیکتاتور بود و بسیار خشن بود و بسیار ظالم بود علیه مردم خودش این نکته رو باید در ذهنتون داشته باشید بنابراین این دید... کتاب از دیدگاه کسی نوشته نشده که حتی دور آ دور نسبتی داشته باشه با صدام و از او بخواد دفاع بکنه و در کتاب کاملا به صورت به صورت کاملا عینی این رو شما میبینید که حقایق گفته میشه از این دیکتاتوری و در واقع کتاب قبل از اینکه شروع بشه از اشغال عراق که موضوع فصل بخش دوم کتاب است تقریبا از صفحه 119 شروع میشه این یعنی تقریبا نصف کتاب مربوط میشه به دورانی که قبل از ورود آمریکا اشغال آمریکا به عراق هستش و بنابراین مسئله اساسی این است که کتاب یک کتاب صرفا علیه اشغال آمریکا نیست علیه جنایاتی که آمریکا در عراق مرتکب شده نیست بلکه بخش بزرگی از کتاب مربوط میشه به جنایات صدام به دیکتاتوری صدام به عراق به عنوان یک الگوی کشورهای خاورمیانه که اغلب زیر دیکتاتوری ها زندگی میکنن و دیکتاتوری هایی که در این حال دیکتاتوری های متناقض و دو وچی چرا دو این چیزی که میشه در مورد سوریه هم گفت خب سوریه و عراق هر دو کشورهایی هستند که شاید خیلی نزدیک باشن از این لحاظ به هم دیگه یعنی کشورهایی که کشور عراق کشوری بود که در این حال که این دیکتاتور بدترین و خشونت اعمال رو علیه مردم خودش انجام میداد خصوص علیه کردها و تمام مخالفینش در این حال کارهای بسیار زیادی هم انجام میداد که کشور رو به طرف مدرنیته می برد و به طرف نو شدن می برد. به طرف اینکه تبدیل بشه به کشور قابل زندگی برای کسانی که قبل از اون واقعا از همه چیز محروم بودن و به خصوص برای زنان که نه به اون شکل از حق برخورداری تحصیل داشتن نه به اون شکل حقوقی, حقوقی اصلا داشتن در برابر مردان نه به اون شکل میتونستن تحصیل کنن و غیره و همه اینها در عراق, و عراق به حال به یک شکلی به وجود مد طبیعتا تناقض در اینه که این در یک دوران دیکتاتوری به وجود مد این تجربه که ما در خود ایران هم داشتیم و میتونیم بگیم که دوره شاید دوره دیکتاتوری بود دیکتاتوری خشنی بود اما در این حال دورانی بود که بسیاری از عناصر مدرنیته هم وارد ایران میشن اینکه ما نقد داشته باشیم به این سبک ورود مدرنیته اون بحث دیگه ای هست ما فکر میکنم کتاب از این لحاظ نمیشه گفت که واقعا میرسه به یک تحلیل خیلی برجسته ای از ورود مدرنیته موضوع اساسیش این نیست موضوع اساسیش این است که نشون بده که در این بخش اول که مدرنیته یعنی نو شدن کشور به وجود آمدن امکانات مدرن به وجود آمدن امکانات تحصیل مخصوص برای زنان و ورود زنان به سیستم اجتماعی در این غالب داشت انجام می‌گرفت بخش دومه که ولی وارد این بحث نمیشه که در حقیقت این تیپ از مدرنیته خودش هم یک مشکل اساسی هستش یعنی مدرنیته که بتونه یک دیکتاتور رو در رأسش تحمل کنه به هر حال یک آسیبه این رو باید توجه داشت که به خودی خودی مدرنیته نمیتونه برسه به یک وضع بهتر مگر اینکه واقعا سازکارهایی باشه که بتونه تنش اجتماعی رو در خودش کاهش بده و به تدریج جامعه رو به طرف دموکراتیزاسیون ببره طبعا با دیکتاتورهایی از نوع صدام چنین چیزی ممکن نبود دیر یا زود عراق به هر حال به یک شورش بزرگی درش به وجود می آمد و اتفاقاتی درش می افتاد حتی اگر آمریکا رو اشغال نمیکرد. اما بخش دوم کتاب که به صورت به حمله آمریکا و اشغال آمریکا اشغال عراق و آمریکا اختصاص داره بسیار جالب هست از لحاظ اینکه واقعیت یک جنگ استعماری رو نشون میده و یک جنگ فوق العاده خشن رو نشون میده که وقتی آمریکا وارد یک کشوری میشه به خصوص حتی من میتونم میگم به این دلیل که آمریکا هیچ قدرت استعماری نبوده برخلاف انگلیس و هیچوقت وقت نمیدونست مستعمره یعنی چی, با چی و باید یک مستمره رو اداره کرد تصور آمریکایی‌ها یک تصور خیلی ساده اندیشانه بود و اینکه میرن و اونجا رو میگیرن و بعد همه چیز درست میشه البته این بر اساس یک دروغ بزرگ بنا شده بود اینکه عراق دارای تسلیحات کشتار جمعی هستش و غیره که خیلی زود برملا شد و تونی بلیر از یک طرف و بوش از طرف دیگه مسئول این قضیه بودن این دروغ بزرگی بود که بعد خیلی زود بعد از اینکه عراق اشغال شد این دروغ رو تغییر دادن و مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن در که خب همه ما میدونیم که حقوق بشر همونقدر در عراق اجرا میشد یا نمیشد بهتر بگیم که در اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در عربستان هم همین هستش در اکثر کشورهایی که به وسیله استعمار به وجود اومدن و بعد وابسته شدن با آمریکا همین است ولی آمریکا به یک صورت با اینها رفتار نمیکنه و توجه نمیکنه در بخش دوم بسیار خشن این بخش من واقعا باید بگم کسانی که نسبت به این قضیه حساسیت دارن باید مراقب این قضیه باشن که بسیار این بخش خشنه برای که واقعیت ها رو همونطور که بوده و با دادن اسناد و فکت های بسیار دقیقی نشون میده که جنگ چی هستش و چطور وقتی آمریکا وارد شدن چطور تخریب کردن این کشور رو و نابودش کردن من یادم میاد که درست قبل از اشغال عراق مصاحبه داشتم روزنامه همشهری هنوز هم هست شاید یک سال قبلش بود یا شش ماه قبلش بود و اونجا گفتم که اینکه آمریکا ادعا میکنه که در عراق دموکراسی میاره از طریق نظامی مثل اینکه یعنی که کسی رو ما بخوایم عمل جراحی مغز روش انجام بدیم از با مته و عرب عرب برقی و چکش و غیره و اثرش هم خواهد بود و حالا میبینیم که نزدیک 20 سال از قضیه گذشته و عراق همچنان در ناپایداری هستش و حتی خیلی باید با خوشبینی گفت که شاید ده ها سال دیگه عراق بتونه به ابتدای یک موقعیت نرمال برسه بس بر این, این نیستش که صدام صد باید میموند بس بر این هستش که تغییرات باید از درون یک کشور انجام میگیره وقتی تغییرات از بیرون انجام میگیره و به خصوص به وسیله نیروهای خارجی انجام میگیره و به خصوص به وسیله نیروی انجام میگیره که اصلا تجربه ای در مدیریت استعماری نداره مثل آمریکا چیزی جز فاجعه رو نباید در انتظارش بود این یک فاجعه هم برای عراق هست هم برای خود آمریکا هست فراموش نکنیم چندین هزار آمریکایی که اکثرشون افراد فقیری بودن که به همین دلیل به ارتش پیوسته بودن در اونجا کشته شدن و تا امروز اینها در آمریکا یک وضعیت بسیار نامطلوبی دارن و کتاب به خصوص متمرکز از روی مسئله زنان این بسیار مسئله مهمی هستش که چطور زنان قربانی اصلی زنان و کودکان میتونیم بگیم قربانی اصلیه این فاجعه اشغال عراق بودن بنابراین از دو فاجعه اسم میشه یکی فاجعه مدرنیته در یک دیکتاتوری و یکی فاجعه بزرگتری که اشغال کشور واسه نیروی خارجیه خشنی مثل آمریکا است که در اینجا واقعا چهره اصلیش دیده میشه که چقدر این نیرو خشن است و چقدر پتانسیل های خشونت درش است و برخلاف گفتمانی که اعلام میکرد که در اون موقع آمریکا ما به خاطر آزادی به خاطر زنان عراقی و غیره میخوایم بریم و این کار رو انجام میدیم خب در کتاب به خوبی شما میبینید که اصلا مسئله این نیست و میدونیم که اشغال آمریکا بود که بعد هیولایی به اسم داعش رو با وجود بود که سالیان سال منطقه رو به طرف خشونتبارترین شکل موجود و ضد زن ترین زن سیستمی که تاکنون ما میشناسیم برد و اون جنایات بزرگ رو انجام داد و خودش زنجیره ای باز از خشونت ایجاد کرد که کشورهای دیگه ایران از بین برد در این منطقه سوریه رو از بین برد کشورهای دیگر رو تخریب کرد یمن رو تخریب کرد و غیره اینها پشت سر هم این اتفاقات افتاد بار دیگه هم من این کتاب رو حتما توصیه میکنم شما بخونید برای اینکه ببینید که خاست دموکراسی از بیرون به خصوص به وسیله یک کشوری مثل آمریکا با روش های خشونت آمیز به چه فاید فجایی میتونه بیانجام و چطور عراق صدها سال به نظر من با این مسئله عقب رفت کتاب شهر زنان بیوه نوشته حیفا زنگنه ترجمه لیلی فرادپور نشر سالیس خیلی از شما تشکر میکنم تا هفته آینده که با کتاب دیگی در خدمتتون خواهیم بود